به ناظم فرمان عبودی، شما در ششم دسامبر در تلویزیون حکومتی عراق برخلاف همه التزامات یک رئیس دادگاه بی‌طرف و مستقل با دروغ‌های بسیار به 3400 تن ساکنان خلع سلاح شده اشرف اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران وعده شمشیر دادید و زمینه را برای تکرار جنایت علیه بشریت درباره آنان مانند روزهای 28 و 29 ژوئیه 2009 توسط نوری مالکی مجدداً فراهم کردید، جنایتی که توسط دادگاه اسپانیا مورد پیگرد قرار دارد. شما همین جرم را در 7 سپتامبر 2010 با ظاهر شدن در تلویزیون الحره انجام دادید. اظهارات شما هرگز شایسته یک قاضی بی‌طرف و مستقل نیست و بیشتر رئیس پلیس یک دیکتاتوری مخوف را منعکس می‌کند. این هم که متعاقباً عذر تقصیر خواسته و گفته اید به طور ناگهانی با این مصاحبه و چنین سوالاتی بعد از سفر مالکی به تهران در نوامبر گذشته مواجه شده اید قابل قبول نیست و چیزی را تغییر نمی دهد. به خصوص که با توجه به ده‌ها نامه ICJDA به دادگاهتان و من جمله نامه‌های 9 ژوئیه 2010 با مجموعه زمائم و 9 سپتامبر 2010 و نامه 5 دسامبر خطاب به خودت هیچ ابهامی را در واقعیت امر برای شما باقی نگذاشته است. اظهارات تو به موازات اظهارات سفیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران در بغداد علیه ساکنان اشرف، نقض آشکار قوانین بین المللی، حقوق بشر، ماده 3 مشترک در کنوانسیون های ژنو، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و پرنسیب های شناخته شده قضایی است. کمیته بین المللی حقوقدانان شامل 8500 حقوقدان در اروپا و آمریکای شمالی، وکلای ساکنان اشرف در صدد بازگشایی پرونده برای تعقیب بین المللی شماست. در اسرع وقت کپی کلیه مدارک اتهاماتی را که علیه سازمان مجاهدین خلق ایران وارد نمودی همراه با معرفی شاکیان و شهودی که به آنها استناد کرده ای برای بررسی توسط کمیته بین المللی حقوقدانان ارسال کن. از این پیشتر دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه 15 آذر اعلام کرده بود گردان عراقی تحت امر مالکی از صبح روز شنبه 13 آذر یک مجموعه ماشین‌آلات ساختمانی و تعداد زیادی از سربازانش را برای محوطه سازی و جاده کشی محل مزدوران و راه اندازی تأسیسات آنها به جنوب اشرف منتقل کرده است که قرار است در روز 20 آذر به تعرض علیه مجاهدان اشرف مبادرت کند. همزمان شماری از ماموران وزارت اطلاعات که قبلا مدتی در اشرف بودند به ورودی اشرف رفته و در حالی که صورت خود را پوشانده اند تحت عنوان خانواده مجاهدان اشرف را تهدید به کشتن و آتش زدن می کنند. تشدید توطئه ها و اقدام های سرکوبگرانه رژیم علیه ساکنان اشرف نشان دهنده هراس نظام در هم شکسته ولایت فقیه از حمایت های گسترده و پیاپی جهانی از مجاهدین و اشرف است. Oh!
دبیرخانه شورا در روز 18 آذر اعلام کرد بر اساس یک گزارش سفارت رژیم آخوندی در بغداد به نیروی تروریستی قدس روز پنج شنبه 11 آذر 89 محمد سلمان از نزدیکان مالکی طی جلسه‌ای در نخست وزیری عراق دستورالعمل نخست وزیری مبنی بر تشدید فشار بر اشرف را به حاضران در جلسه ابلاغ کرد. در این جلسه اعضای کمیته سرکوب اشرف، اعضای دفتر مالکی و رئیس پلیس دیالی حضور داشتند. کمیته سرکوب اشرف و نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات در صدد هستند با اجیر کردن مزدوران عراقی در روز شنبه 20 آذر در ضلع جنوب اشرف به تعرض علیه مجاهدین مبادرت کنند. رسانه‌های فارسی زبان و عرب زبان رژیم آخوندی از جمله العالم و الفرات برای تهیه گزارش‌های مورد نیاز ولی فقیه ارتجا بسیج شده اند. پس از اعلام حمایت 480 هزار تن از مردم استان دیالی از مجاهدان اشرف، محمد سلمان از سوی مالکی به نیروهای تحت امر ابلاغ کرد طرفداران و پشتیبانان مجاهدین در این استان باید دستگیر و یا لااقل آنقدر تحت فشار قرار بگیرند که از حمایت از مجاهدین دست بردارند. گردان سرکوبگر عراقی برج‌های نگهبانی اطراف اشرف را که مجاهدین سال گذشته با هزینه خود تهیه کرده و برای حفاظت اشرف در اختیار نیروهای عراقی گذاشته بودند از جا کنده و با بریدن پایه‌های فلزی آنها به کنار سیاج اشرف منتقل کرده اند تا حلقه محاصره تنگ تر شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در پاریس در روز 18 آذر در اطلاعیه دیگری بر اساس اطلاعاتی که جدیداً دریافت کرده بود خبر داد در حالی که کارزار کثیف استقرار 11 ماهه مزدوران اطلاعات آخوندها در اطراف اشرف با 140 بلنگو در مقابله با اراده مجاهدان سرفراز اشرف جز رسوایی و شکست خفتبار حاصلی نداشته و انزجار گسترده اهالی استان دیالی را برانگیخته است، به دستور ولی فقیه ارتجا نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات مأمور شدند با یک صحنه سازی و شوی مسخره نهایت سعی خود را به عمل بیاورند تا شاید آب رفته به جوی بازگردد و رژیم بتواند ادعا کند که مردم و اشاعر عراقی علیه مجاهدین هستند. در همین رابطه، اودی خطران مزدور شناخته شده